به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما عزیزان در این جلسه هم خواهیم با چند تا دارو آشنا بشیم داروهای کلسترولامین کلونامفینیکول کوریونیک گنادوتروپین هیومن سیکلوسپورین سایمتیدین و سینارازین اولین دارویی که در این جلسه میخوام باش آشنا بشیم داروی کلورستیرامینه که اشکال دارویش به صورت پودر و ساشه ای هم است گروه درمانیش پایین آورنده چربی خونه اینم تصویر از پودر کلسترامین داروی بعدی کنوانفینیکاله که اشکال داروش به صورت کپسوله، قطری چشمی، سوسپانسیونه و ویال گروه درمانیش آنتیبیوتیکه تصویری از کپسول کنامپنیکول این هم سوسپانسیونشه این قطره کنوپینی این هم ویال کنوپینی دارویی داروی بعدی کوریونیک گنادوتروپین هیومن اشکال دارویش به صورت آمپول 500 1500 و 5000 واحدی و نام مخففش High گروه دربانیش محرک تخمک گذاری و محرک اسپرم سازیه اینم تصویر از High CG 1500 اینم hcg CG 5000 معمولاً HCG 5000 مورد مصرف زیاد در دارخونه می باشد. داروی بعدی سیکلوسپورین اشکال دارویش به صورت کپسول 25، 50 و 100 میلی گرم آمپول و قطره چشمی ای نام تجاریش ساندیمون گروه درمانیش کاهنده سیستم ایمنیه این تصویر از سیکلوسپورین 25 میلی گرم. کپسول سیکلوسپورین 50 میلی گرم. کپسول سیکلوسپورین 100 میلی گرم. این هم آمپول سیکلوسپورین این هم قطره چشمی سیکلوسپورین خب عزیزان در مورد سیستم ایمنی بدن ما همیشه گفتیم که اگر میخوایم که بیمار نشیم باید سعی بکنیم که سیستم ایمنی بدن رو زیاد بکنیم و حتی داروهای پزشک تجویز بکنه که سیستم ایمنی بدنوش کار کنه، افزایش پیدا بکنه و زیاد بشه که ما مشکل برای ما پیش نیاد. ولی برای بعضیا یه سال پیش میاد که پس این داروی سیکلوسپورین چرا باعث کاهش سیستم ایمنی بدن میشه؟ طور که میدونید بدن در برابر ذرات میکروب ها چیزهای مزاحم و چیزهای خارجی که شناسایی ازش نداره و هیچ بیگانه هستن ذرات بیگانه هستن معمولا واکنش نشون میده و آنها رو از بین میبره خب بعضی موقع ها نیاز هستش که مثلا یک ذرات یا یک اندامی خارج از بدن وارد بدن میشه مثلا کجا مثلا تو گذاشتن اندام مثل کلیه پیوند کلیه پیوند کبد مجبوریم که بیمار رو چکار بکنیم یک اندامی از یک انسان دیگه وارد این بدن بکنیم خب بدن هم بازم واکنش نشون میده چون این کلیه مال این انسان نیست ما یکی سی دیگه است حالا مال برادرش مال خواهرش مال هر کسی دیگه رو کلیه رو مثلا گذاشتیم کبد ما پیوند زدیم به این انسان خب بدن م... معمولا چیکار میکنه به این اندام واکنش نشون میده و هم نمی کنه به این و از بینش می بره و مشکل ساز میشه بر ما در نتیجه ما باید داروهای استفاده بکنیم بعد از پیوند که سیستم ایمنی بدن رو کاهش پیدا بکنه و حساسیت بدن و نسبت به جسم خارجی که وارد شده تو این جسم رو کاهش بدیم در نتیجه از این داروها مجبوریم استفاده کنیم داروی بعدی داروی سایمتیدینه. که اشکال داروش به صورت قرص آمپول سیروپ نام تجاریش دگامته و گروه درمانیش هم ضد زخم گوارشیه این تصویری از قرص سایمت دین این تصویری از آمپول سایمت دین اما در مورد زخم معده ما توضیح بدیم خدمتون که سایمیتادین معمولا یه داروی که باعث کاهش اسید معده میشه چون یکی از عواملی که باعث ایجاد زخم معده میشه همون اسید معده است سایمیتادین باعث میشه که اسید معده کمتر بشه و برای درمان و پیشگیری از انواع خاصی از زخم معده استفاده میشه سایمیتادین همچنین برای درمان بیماری ریفلکس معده هم استفاده میشه حالا بعضی میگن که ریفلکس چیه؟ من توضیح بدم خدمتون در مورد ریفلکس اینکه وقتی که ما غذا میخوریم معمولا وقتی که مواد غذایی از دهان میاد تو مری و میخواد وارد معده بشه حرکت اون از بالا به پایینه حرکت مواد غذایی از بالا به پایینه خب وقتی که استفراغ میخوایم بکنیم حرکت مواد غذایی از معده به دهان میشه یعنی برعکس میشه به این حرکت میگن چی رفلکس یعنی حرکت از پایین به بالا رو مواد غذایی بهش میگن چی رفلکس این سایمیتادین حالت درمان کننده رفلکس یا آنتی رفلکس گفته میشه سایی میتدین باعث میشه که بیماری های مثل سوزش معده رو هم درمان بکنه آخرین دارویی که در این جلسه میخوایم باش آشنا بشیم داروی سینارازینه اشکال داروی سینارازین به صورت تبلت 25 و 75 میلی گرمه و گروه درمانیش آنتیستامینه توضیحاتی که در این مورد میخوام بدم در مورد داروی سینارازین این که معمولا پزشک برای درمان سرگیچه وزوز وز گوش و تهوع سفراخ سینارازینش کار میکنن تجویز میکنن یه توضیح هم که میخوام بدم خدمتون که چون نوشته آنتی نه اینکه مثلا بگیم که حتما برای سرما خوردگی و چیزهای دیگه استفاده میشه معمولا آنتیسامینا برای موارد زیادی هم که پزشکا تشخیص میدن استفاده میشه پس معمولا سینازینو برای چی؟ برای درمان سرگیچه، برای ویزویز ویز کوش، و استفرا تجویز میکنن پزشکا این هم تصویر از قرص و 25 و اینم قرص سینارزین 75 میلی گرم